سلام، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه رد فرمان تقنینی عقبگرد روند اصلاح نظام انتخاباتی، چرا نماینده های مجلس فرمان اصلاح سیستم انتخابات را رد کردند؟ کجای از استجالت داشت که دو بار رئیس جمهور فرمان میده و فشار میده توسط کسایی که میخواهد در کمیسیون ها 50-50% شود؟ فشلش کن، تو میگی که بیم دارم 50-50 تقسیم میکنه، بگیر جراحیش بکن که یک نفر تحمیلی آورده نتونه. دعای سناتور جمهوری خواه در حق اوباما، اله فرزندانت یتیم و همسرت بیوه شود. اصلاح نظام انتخابات افغانستان برای دومین بار با دست رد نماینده های مجلس به فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی به تأخیر افتاد و این روند به عقب زده شد. رد این فرمان از سوی 126 نماینده مجلس بسیاری ها را شگفتی زده ساخته و نقش حلقه های سیاسی وابسته به ارگ را در این تصمیم گیری پیوند می دهند. این دومین فرمان اصلاح ساختار، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی است که با مخالفت مجلس نمایندگان رد می شود. اما چرا اعضای مجلس نمایندگان بار دیگر مانع آوردن اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان شدند؟ برای بحث بیشتر در این باره مولوی رحمان رحمانی از نماینده های مردم در مجلس نمایندگان و جانداد اسپینغر رئیس شبکه اکسین را اینجا با خود داریم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای رحمانی، چرا فرمان اصلاح نظام انتخابات افغانستان در مجلس نمایندگان رد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نسائن سلام بر شما جناب اسپینغر صاحب، همکاران تکنیکی و بیننده های برنامه تلویزیونی تولونیوس. از قرائن و شواهد قبلا هم معلوم بود فرمان تقنینی رئیس جمهور اصدارش برخلاف قانون اساسی و قانون نافذی کشور بود. سال گذشته از زمانی که از رخصتی های زمستانی وکلا استفاده شد، دلایل اصدار فرمان هم استجالیت موضوع بود. ما در قانون داریم که در خلال تعطیلی های زمستانی یا تابستانی پارلمان رئیس جمهور فرمان را صادر کرده میتونه، در صورتی که حساسیت های موضوع به حد باشه که تا دوباره شروع کردن پارلمان به کارش اون فرصت از دست برود، در غیر موادهای مالی و بودجه که امین احساس ضرورت و استجالیتش برخلاف قانون بود. چرا؟ اگر اونقدر موضوعات می بود که از فرمان زمستانی سال تابستانی سال گذشته و زمستانی سال گذشته و این دم فکر میکنین که چقدر وقت گذشته؟ در خلال امین 6-7 ماهی که دو فرمان رد میشه، چی فرصت را رئیس جمهور از دست داده؟ و اگر مثال این اعتراضش باشه که فرمان باید عملی میشود تا ای که فرصت اصلاحات در قانون و تشکیل و صلاحیت های کمیسیون ها به وجود می آمد، این یک بهانه است. رئیس جمهور خودش می تانست بدون از اینکه فرمان را صادر بکنه اول طرح تعدیل را پیشنهاد می کرد که اینی تعدیلات در آینده مورد نظر هست برای اصلاح سیستم انتخابات و تعویزی کمیشنرها مومید و همکار میشه، نه ای که فرمان را صادر میکرد. در اصدار فرمان هم کسایی بودند در او وقت برای ای که علم این موضوع باید ثبوتات شود، بومبسته های قوی در آدرس کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی بیا، این فرمان را سر رئیس جمهور اصدارش را جبری کرد. از این ناحیه ما زمانی که حلاجی میکردیم فرمان قبلیش را اصدارش را خلاف قانون دانستیم، پیشنهاد کردیم بشنوند آقای رئیس جمهور. 31 نفر از وکلای پارلمانتان 4 بار از رئیس جمهور خواستیم که شما طرح تعدیل را برای ما روان کنین. زمانی که ما تعدیلاتتان را بفهمیم که به منافع ملی هست، به استقلال کمیسیون هست یا به تقسیم بندی کمیسیون هست، به سهام های مشترکی که برای فعلا در نظام دارین، بعدا ما روی او کار میکنیم. وعده داد رئیس جمهور، وعده داد که ما طرح اصلاحی را توأم با امین فرمان روان میکنیم. فرمان را روان کرد ولی طرح اصلاحی را روان نکرد. از اینجا فهمیده شد که ارگنشینان هم مصمم به تدویر انتخابات و به آوردن اصلاحات در سیستم انتخابات نبوده. از آرای اکثری رد امروز شما فهمیدین. دو دکتر شیبی که در وقت انتخاباتشان همه وکلا را در بر داشتن، 130 نفر از وکل صاحبا تا این دم را هم تصویرهای بسیار کلانشان در دروازه دکتر صاحب عبدالله هست و 120 نفر هم در دروازه جناب دکتر صاحب اشرف غنی هستند. خب اینا که کمپاین کردن که باید این فرمان تصویب شود،
27 نفر اینها از وکلا امروز در پارلمان از خود طرفدار دارند. فهمیده شد که خود اینها مصمم با آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی نیستند و نبودند. آقای اسپینغر، دلایل رد این فرمان در مجلس نمایندگان چقدر معجزه است؟ در واقع آیا نماینده های مجلس از بحر ارج گذاری به قانون اساسی این فرمان را رد کردند و یا نه مسئله دیگر در پس این تصمیم گیری وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما وکیل صاحب محترم و بینندگان عزیز. من فکر میکنم دلایلی که به اساس از او امروز با تاسف ولسی جرگه تصمیم گرفت و این فرمان را رد کرد، این دلایل بسیار ظاهری است و دلایل قابل توجیه برای رد از این فرمان هم نمیتونه شمرده شود. چرا؟ ما برای هر دلیلش که بعدا سرش خواد آمدیم بس خواد کردیم. مشکل اصلی ریشیش در جای دیگه است. با تاسف از سال 2009 به این طرف یک باوری در بین سیاستمدارا و گروپ های سیاسی کشور شکل گرفته که کمیسیون انتخابات هر کی در اختیار داشت اینا میتونن کاندیدای خود کامیاب بسازن و آرای مردم چندان تأثیری در کامیابی نداره. به همین دلیل تلاش وجود داشته در گروپ های حاکم از امو زمان که در کمیسیون ها افراد خود داشته باشند تا بتانن با آسانی افراد خود به قدرت برسانن و حفظ قدرت بکنن. امی افراد ما شما دیدیم تا در زمان دوری آقای کرزی، زمانی که می کمیشنرهای فیلی تعیین می شدن، در تعیین از این افراد بدون در نظر داشت شرایط مسلک، تجربه، توانایی، شهرت نیک، افراد خود و وابسته را آوردن و کمیشنر ساختن. با تاسف پارلمان هم در او زمان محدودیت های را وضع نکرد، جلوی زیر نگرفت، قانون پاس شد و این کمیشنر را آمدن. امی حامی هایی که این کمیشنر را آورده بودن دوباره در تیم های کمپاین های انتخابات 2014 جای گرفتن، در پالوی دو دکتر جای گرفتن و بالاخره زمانی که حکومت وحدت ملی کامیاب شد اینا به مقامات قوی تر دست یافتن و فعلا امی مقامات قوی هستند که حتی ما شما اگر توجه بکنیم اصلاحات انتخاباتی قرار بود که بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی شروع شوه به صورت، اما امی حلقات تانستن که تا اندازه نفوذ بیارن بالای رئیس جمهور در او زمان که این اصلاحات آغازش تا 8 ماه دیگه به تاخیر گذاشتن. بعد از او زمانی که کمیسیون اصلاحات به کارش آغاز کرد، کمیته ساخته شده به اساس اولین فرمان، دوباره به جای از اینکه در او زمان اگر واقعا اراده موجود می بود و این حلقات مداخله نمی کردن به تاخیر می شد که رئیس جمهور به جای از اینکه فرمانه و روان بکنه و ولسی جرگه میتونست که تفسیر ماده 109 را بخواید و از این طریق این مشکل بنیادی حل میکرد و میگفت تفسیر شاید دمی می بود که پارلمان در سال اخیر خود هر دو قانون نمیتونه در آجنده بگیره، در این صورت هیچ مسئولیتی هم نه و پارلمان راجع میشد و اصلاحات هم رای خود پیدا میکرد. اما ما میبینیم که این افراد در او زمان به این کندی را به وجود آوردن، بعد از او که فرمان روان کردن به پارلمان تلاش کردن در پارلمان نفوذ بکنن. یعنی ریشه اصلی است که یک لابی بسیار منفی در پارلمان وجود داشته از قبل برای رد از این فرمان تلاش زیاد صورت گرفته و برعکس حکومت هیچ نوع لابی مثبت نکرده، با وجودی که امکانات بیشتر داشت وزارت پارلمانی در اختیارش بود. این سبب شد که بالاخره وکیلای هم در او بودن مثل مولوی صاحب که اینا دلایل خود داشتن، ولی دلیل اصلی هم لابی قوی که برای رد از این فرمان وجود داشت صورت گرفت. نماینده های مجلس هم در همسویی با ارگ ریاست جمهوری امروز فرمان تقنینی را رد کردند، یا آگاهانه یا غیر آگاهانه، و دلایلی هم که مولوی صاحب میاره برای ما جامعه مدنی قابل قبول نیست. و طوری میار در میاد قانونی گفتن که قانون به مجلس نرفت و خودشان ادعا میکنن که از نیت حکومت خبر بوده که حکومت سلنگاری میکنه اصلاحات به تعقیب میندازه. خب شما وقتی از نیت حکومت خبر هستین، طبیعی است که این تأخیری را که در ارسال فرمان اونو انجام میده به همین غرض است که این پروسه به منوست بره، شما باید جلویش را بگیرین. و باز اگر نمیخواستین که خلاف قانون بود چرا در آجنده شامل کردین؟ باید چشم پوشی میکردین از این فرمان. باز در آجنده شامل کردین، شما صلاحیت های کافی داشتین که حتی تعدیلاتی در این طوری بیارین که امو ترسی را که دارین که رئیس جمهور و رئیس اجرایه گویا تقسیم میکنه و محدودیت وضع میکردین و به هیچ وجه اینا نمیتونستن. و طور مثال کمیته گزینش یک فیلتر است، رئیس جمهور دیگه فیلتر است، شما فیلتر سیومی را میساختین. فیلتر سیومی است که اعضایی که برای کمیسیون میرفتن باید ولسی جرگه در لیست کردنشان، در شارت لیست کردنشان نقش میداشت. این میتونست که تا اندازه کمک بکنه و یا هم شرط میگذاشتین که رای بگیره از ولسی جرگه. یعنی رای زیادی وجود داشت که ترسایی را که اینا عنوان میکنه به این پرداخته شود. اما
من نمیفهمم چرا با وجودی تمام دلایلی که وجود داشت فرمان رد شد. آقای رحمانی، مجلس نمایندگان میتونه با آوردن تعدیلات این فرمان تصویب کنه اگر در واقع اراده به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و انتخابات بدور از تقلب در میان نماینده های مجلس وجود داره؟ خب در رابطه تعدیلات در سیستم انتخابات در صلاحیت های اندرونی کمیسیون ها یا تشکیلشان ما یک قانون داریم که باید او تعدیلات از طرف کمیسیون موجوده پیشنهاد شود. حال ای که آقای رئیس جمهور کمیسیون موجوده را از سر مشروع نمیدانه. اگر آل پرسان شود، کاش که نماینده ریاست جمهوری در جامعه شد از طرف دولت، از سوال شود از اینا که اگر بی کمیسیون موجوده که هر دو کمیسیون بر حال هستند یا اثر مشروعیت نداره، مشروعیتشان از چی وقت از دست داده؟ از دوره انتخابات شما به بعد هست یا در جریان انتخابات شما بوده؟ مگر نماینده های مجلس امروز نمیتونستن با طرح تعدیلات در فرمان تقنینی این فرمان ما نگرانی های مثبت خود را برتون میگیم. آقای رحمانی، با گفته آقای اسپینغر تصمیم شما در واقع در همسویی با ارگ ریاست جمهوری گرفته شده. خب ممکن ریشه این تصمیم گیری در ارگ ریاست جمهوری است نه در ارج گذاری با قانون اساسی. او را من تردید نمیکنم. برای شما هم در همسویی با ارگ این تصمیم نه خیر، ما استدلال خود را داشتیم، ما دلایل منطقی خود را علی هم داریم. در وقت هم میگفتیم دلایل شما با گفته آقای اسپینغر زیاد توجیه پذیر نیست. خب ببینید، وقتی که فرمان اصدار میشه برای چی صادر میشه؟ که اصلاحات بیاد در کمیسیون انتخابات. در اصلاحات طرح مهم است یا پیشنهاد؟ که تنها شما امی اعضای کمیته یا کمیته گزینش رای میدید، طرح مهم هست. ما طرح تعدیل را، طرح اصلاحات را بار بار از ریاست جمهوری خواستیم. وقتی که طرح تعدیل را روان نکرده، قرینه خود گواه است که اینا در پشت پرده بعد از این که از پارلمان رای بگیره برای محض گزینش کمیشنرها کار خود را میکنن که ضد منافع ملی و قانون اساسی کشور باشه. چرا این فرمان شامل اجندا شد و 50 روز در میان کمیسیون های مجلس نمایندگان خلاف بحث صورت خلاف گرفت. قانون بود که در خب پارلمان روان شد. اون زمان شما صدایتون بلند نکردین. از همون روز صدا را داشتیم. بعد از اینکه بعد از 50 روز آمده، اصلا قانون خوب باید در خلال 30 روز بیه. این خود ارگنیشن ها هم میدانستن، ولی را منجر ساختن ممتد ساخت تا به 50 روز را. بعد از 50 روزی که آمد، 40 روزی دیگری که تقریبا 6 هفته تمام است در پارلمان میمانه. سر این رایزنی های بود که در اصل اخو خلاف قانون هست. وقتی خلاف قانون هست بین از اینجا رد شوه. در سری تعدیلاتش بحث هایی بود که بله یک سلسله تعدیلاتی بیه، اما زمانی که ما تعدیل های خود را در امی فرمان میخواستیم بگنجانیم، از اینجا حراس ای بود که تعدیلات گنجانیده پارلمان را تا الحال هم عملی نکرده ریاست جمهوریتان. سرپرستی قانونش 2 ماه هست، یعنی 60 روز. خبردانی که آقای استنکزی 1 سال تمام سرپرست ماند. خلاف قانون بود، همه روز پارلمان صدا میکرد سرش که خلاف قانون کار نکنیم، قوه مجریه نیستیم، تطبیقش او وظیفه دولت هست. بناهن ما از این حراس قوی داشتیم که در منافع ملی افغانستان باید در سر منافع ملی افغانستان معامله صورت نگیره که دست ریاست جمهوری و ارگنشنان باز باشه. با استناد از این تصویب فرمان اونها کارهای خود را بکنن. اما آقای رحمانی، گفتم اشه شما به خاطر حفظ بقایتان این تصمیم را گرفتین. در واقع هراس دارین از مراجعه به آرای مردم. ارگس اون مردم خود میدانن. مردم الحمدلله مردم دینروز نیستن، میفهمن. 100 مرتبه اتهام سری وکلا شوه، مردم در شب تاریک هر کس چیزی خود را میشناسه که بکی رای میخواند. اصلاحات انتخابات به این قسم فرمان چرا برخلاف خواست مردم به این قسم فرمان های نادرست و خلاف قانون اصلاحات نمیه. اگر دولت مصمم باشه بدون فرمان اصلاحات رو بیاره، کی پیش رو ایشان را گرفته؟ وقتی که اصلاحات میاره با قانون پابند هستن، معنا یک قانونی باید شود. امی کمیسیونی کمیشنر های بودگی خلاف قانون است یا مطابق قانون؟ این می سوال جواب بگن. اگر خلاف قانون است، تو هم خلاف قانون آمده، پارلمان هم خلاف قانون هست، بنای فاسد بر فاسد از لحاظ مسائل حقوقی باطل هست. وقتی که تو زاده انمین کمیشنرها هستی، آمده در ارگ اریکه زده، تو قانونی هستی و این کمیشنرهای موجوده ایتان خلاف قانون هست. و اگر اونها خلاف قانون نیستن، ضرور چی هست؟ تعدیلات را باید کمیشنرهای موجوده پیشنهاد بکنن. آقای اسپینغر، آوردن اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان به گفته آقای رحمانی با نقض قانون اساسی نباید صورت بگیره. اگر این قانون با تصویب می رسید امروز در مجلس نمایندگان، در واقع قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود. من فکر نمی کنم که روند اصلاحاتی که آغاز شده خلاف قانون اساسی بوده باشه یا خلاف خواست و
آرزوی مردم افغانستان بوده باشه و یا هم خلاف او بحران انتخاباتی که گذشت خلاف از او بوده باشه. در قانون اساسی ما واضحاً رئیس جمهوری صلاحیت دارد در زمانی که در یک بخشی از اداره مملکت مشکلی به وجود میاد، چی به اساس یک بحران اداری، یک بحران انتخاباتی، کمیسیونای را ایجاد بکنه و از طریق از این کمیسیونا یک پروسه اصلاحات را برای با پرتکه امو بخش اداری که صدمه دیده یا اعتباری که صدمه دیده باید دوباره احیا شود. به اساس این صلاحیت رئیس جمهور کمیسیون اصلاحات ساخته شد و به اساس اینمی پروسه ما دیدیم رئیس جمهور فرمان داده و فرمانش هم به اساس قانون اساسی است. این صلاحیت رئیس جمهور است در قانون اساسی و بنان در البته اگر در ارسال فرمان تأخیری صورت گرفته، من پیشتر گفتم در اوج علاقات دیگه است، اما کارهای اقداماتی که از نظر حقوقی در اصلاحات تالی صورت گرفته همش مطابق به قانون اساسی است و هیچ خلافی در او وجود ندارد. پس این نماینده ها صد واقع شدن در مسیر اصلاح نظام انتخابات افغانستان؟ با تأسف یک تعداد نماینده کاملا هماهنگ هستند با همو گروه های قوی که نمیخواین اصلاحات بیان. تمامی نماینده های مخالف این فرمان؟ یک اکثریت. یک تعداد هم فایدهشان چی است؟ ناگهانه به خاطر از اینکه دلایل قانونی اساسی را میارن و یا در حکومت و ظرفیت نمیبین یا شک دارن شاید اینا رد کنن، ولی اکثریتون من فکر میکنم دلیل اصلی است. من پیشتر گفتم که علاقات قوی که حاکم هستند و اینا کمیشنرهای قبلی را به قدرت رساندن، اینا میفهمن که در صورتی که اینا در پارلمان آینده نفوذ داشته باشن، افراد خود را بتانن سپورت کنن در شورای ولسوالی، اینا میتانن موقفهای خود در پالوی رئیس جمهور، رئیس اجرایی حفظ بکنن و به طور دوامدار در قدرت باشن. و در صورتی که کمیشنرها چین شوند، تغییرات بیاید و کسای نوی بیاید، اینا شاید نتانن که مال نفوذ بکنن و اونا شاید افراد دیگه را بیارن و در صورت اینا به شکل غیر مستقیم از قدرتشان مفتن و نمیتونن قدرتشان دوام میدن. در افغانستان با تاسف همین مسئله است که اگر میالی مسئله تغییر در کمیشنرها را شما از اصلاحات بردارین، من مطمئن هستم همین علاقاتی که مخالف اصلاحات هستند تمام اصلاحات دیگر امرایتان قبول میکنن. شمول نماینده های مجلس. شمول. پس نماینده ها برای حفظ بقای خود در کرسی های پارلمان این تصمیم گرفتند. بله، یک تعداد هستند که فکر میکنن که با تأخیر انداختن اصلاحات، با تأخیر انداختن انتخابات، وقتی از اینا دوام پیدا میکنه و اینا میتونن از امتیازات ولو غیر مشروع از امتیازاتشون بر به یک دوره طولانی استفاده کنن. اما این برخلاف افکار عمومی و منافع ملی افغانستان است. با تأسف مشکل ما میجه از گله ما از پارلمان میست که شما خوب حکومت هم میشناسین، خودتان گله میکنین که حکومت اراده نداره بر اصلاحات، حکومت تاکتیکای مختلف استفاده میکنم، ولی یعنی خواست مردم کوشش میکنن که جواب نده، ولی شما خود نماینده مردم هستین، شما این بهانه را به دست حکومت نتین، شما این بهانه را از حکومت بگیرین تا حکومت مجبور شه و وقتی ببینه که پارلمان همسو با مردم است، با همسو با جامعه مدنی است، بیشتر زیر فشار میآیه، ولو صادق نباشم صادقانه گام میگذاره، اما وقتی پارلمان میآیه یا گانه یا غیر گانه در تبانی با امو علاقاتی که در اطراف حکومت هستند بر رد از فرمان کار میکنن، خود این صورت مردم جامعه مدنی تنها میمانه و هیچ کاری از دستشان نمیتونه بیه. آقای رحمانی، با این تصمیم در واقع مجلس نمایندگان تمامی روزنه های امید برای اصلاح نظام انتخابات افغانستان و برگزاری انتخابات پارلمانی را بستند؟ نه خیر، برگزاری انتخابات او صلاحیت پارلمان نیست، خود صلاحیت دولت هست. اما با چی نظام انتخابات افغانستان باید برگزار شود؟ نظام انتخابات کنونی و یا باید اصلاحات آورده شود در این نظام؟ اصلاحات چی رو میگین شما؟ ای که بارها از دولت سوال شده و درخواست شده که شما باید طرح اصلاحی روان بکنین. خب فرمان امروز فرستاده شده، اما شما فرمان طرح اصلاحی نیست، فرمان فقط محض به گزینش احمد محمود و فلان فلان از آدرس‌های مشخص است. این رو فرمان گفته نمیتونیم ما، در تاریکی چرا شمشیر بزنیم ما؟ خب شما طرح آماده میکردین در چارچوب این فرمان برای رئیس جمهور میفرستادین. طرح از طرف دولت پیشنهاد میشه، طرح از طرف کمیشنرهای بودگیتون پیشنهاد میشه، قانون است. در قانون این هر وقتی که تغییرات در سیستم انتخابات میارین یا در مثال وظایف و تشکیل و صلاحیت های انتخابات میارین، او طرح از طرف خود کمیشنرها پیشنهاد میشه. ما طرفدار انتخابات هستیم، مرد شوند دولت امروز راه بیاندازن مسائل انتخابات را. اگر ما نمایندگان مردم که امروز کارت سرخ داشتیم، خب کارت سبز ندادیم، نسل آدم نباش. امروز اینا اقدام بکنن، انتخابات را بکنن. چه اقدام صورت باید بگیرد؟ اقدامش
طرح اصلاحی را روان بکنن پیش از اینکه برای ما فرمان روان کنه. باز آل زمزمه هست که یک ماه بعد پارلمان رخصتی میشه، به شرمان این اقدام میکنه که فرمان دیگر را صادر بکنن. شرم است این که سال گذشته فرمان رد شد، راهی بدیلش را باید میسنجید. عین شکل فقط یک دو تغییر آورد که رئیس مشران جرگه و رئیس اولسی جرگه را به عنوان اعضای او شامل کردن. این درد را دوا نمیکنه. رئیس اولسی جرگه چی منافع ملی درجه در خطر باشه؟ بری که ما خوشم برو رئیس ما هست، آینده از ما دفاع میکنه. این زمزمه ها زمزمه کاذب است، از ذهنیت عوام را خراب میکنه که پارلمان صد راه انتخابات شده. ما صد راه انتخابات نیست، امید از این داریم که آینده باید ما انتخاب شویم، ملت بر ما رای بده. مردم چگونه باور کنن در واقع شما میخواین آورد اصلاحات انتخابات افغانستان؟ طرح اصلاحی را بر ما روان کنه. خب دو بار فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخابات رد کردید. فرمان اصلاح نیست، فرمان را ما از ابتدایش فهمیدیم. اینه که پارلمان میره در رخصتی اینا دزدی فرمان صادر میکنه. چرا هراس چرا دارن؟ از وقتی بودن پارلمان چرا هراس دارن؟ بین بینشینن طرح اصلاحی خود را پیشنهاد بکنن که ما با شمول جامعه مدنی، با شمول کمیشنرهای موجوده، با شمول کمیته گزینش طرح اصلاحی را سرش کار بکنیم. ما مانعی نیست. آقای اسپینغر، طرح اصلاحی چگونه باید باشه؟ ریاست جمهوری باید به مجلس نمایندگان بفرستد و یا نه مجلس نمایندگان باید تعدیلات در فرمان تقنینی می آورد برای اصلاح نظام انتخابات افغانستان؟ من فکر می کنم تقریبا هر دوش یکی بود. حال شما دیدین که فرمان آمد، اینا قبول کردند، آجندا گنجاندند، یک کمیسیون توظیف شد برای ازو، کمیسیون طرح تعدیل ازو را ساخت، بر کمیسیون های هشتاگانه روان کرد، دوباره سر ازو مجالس مشترک گرفته شد. اگر هدف پارلمان واقعا تعدیل می بود، واقعا نمی بود که دست رئیس جمهور و رئیس اجرایه در انتخاب کمیشنرها محدود بسازن، بهترین فرصت در اختیارشان بود. اینا من پیشتر گفتم، حتی مثال شوازی از نظر حقوقی گفتم، اینا می توانستن در پلی که در گزینش رئیس جمهور و کمیته گزینش نقش داشتن، یک جای برای پارلمان باز میکردن، یک فلتر دیگه باز میکردن تا مطمئن تر میشدن که افرادی بی طرف. یعنی اینا به جای اینکه به ای برن یک نوع عقده کشی کرده حکومت کردن گویا، و در کنار از این سود هم بردن. سود بردن. یعنی من میگم که کاتگوری های مختلف در پارلمان است. یک تعداد به خاطر عقده شاید که از حکومت داره یا باور نداره رد کرده باشن، یک تعداد منفیتشان از در این مسئله چون میخواین که بیشتر در کرسی هایشان باقی بونن، یک تعداد هم زیر لابی حکومتی کار کرده که ایره رد بکنن. با آمدیم سر ازی که کمیشنرها ببینین، گزینش کمیشنرها سعیست که یک قدم خورده است و همه اصلاحات نیست، اما امی کمیشنرها کسایی استن که باز 80% پروسی دیگه اصلاحات به دوش از ایناست. اگر شما آل در قدم اول کمیشنرها را نو نسازین، کمیشنرهای فیلی که متهم به تقلب هستن، متهم به بیرانکاری در انتخابات هستن، از اینا چطور میتونین توقع کنین که انتخابات هم زود انگام صورت بگیره، اصلاحات هم اینا عملی بکنه؟ ناممکن است. بناهن به این بهانه که گویا کمیشنرها باید گزینش کمیشنرها از طرف رئیس جمهور یا رئیس اجرایه صورت میگیره، رد کردن از این فرمان به نظر ما جفاست و سد کردن راه اصلاحات است. آقای رحمانی، شما جفا را مرتکب شدین با رد این فرمان. هرگز ما جفا را کسی مرتکب میشه که صد انتخابات میشه. شما در واقع همین گونه یک برخورد داشتین با دو سال طرح اصلاح تمام از عمر حکومتتان تیر شده. در 29 جوزای 94 وقتی پارلمان فعلی پوره شد، ما گفتیم که انتخابات نکنیم. حتی یک تعداد ما تحسن کردن، کارت های سرخ داشتیم که الا انتخابات. ما مان انتخابات هستیم یا ارگمشنانتان. وقتی که از وجود یک کمیشنرها اینها سود بردن، آل یک کمیشنرها را عوض میکنن، به عوض کیا را میارن؟ ما مرتکب اشتباه نشدیم، اشتباه دولت را برای ملت نشان میدیم که اینا مصمم به انتخابات و فکر نمیکنید شما ارگ ریاست جمهوری را کمک کردین در ماندن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در موقف هایشان؟ هرگز. او خوب ممکن از رای مختلف دولت مردان به من گب راضی باشه که باید به من شکل پیش بره، ولی اگر خدای نخواست این فرمانی که خلاف قانون صادر شده تصویب میشد و بعدن تماما صلاحیت ها و تشکیل و مثال عزل و نصب از مجرای دو تیم می آمد، ملل های درجه وجود داره، ملت های مختلف افغانستان و همین جریان های مختلف، اونا چی میکرد؟ مجبور از رای دو فیلتر اینا مشارکت سیاسی خود را پیش می بردن. خیلی سپاس. آقای اسپینغر، گزینه بعدی برای اصلاح نظام انتخابات افغانستان چی است؟ انتخابات افغانستان چگونه باید برگزار شود؟ با اصلاح نظام انتخابات یا نه به اصلاح؟ یا بدون اصلاحات من فکر میکنم قابل قبول برای افغانستان، مردمش، برای جامعه جهانی، جامعه مدنی نیست. اما با چی شوه؟ آل ضروری است که رای حقوق قانونی دیگه وجود داره. ما فکر میکنم اگر واقعا رئیس جمهور و رئیس اجرایه قاطعیت دارن، واقعا تعهد دارن به این مسئله و میخواین نشان بدن این تعهد، رای دیگه وجود داره. به طور مثال میتونن که تفسیر ماده 109 قانون اساسی را از
ستره محکمه بخواید و در صورتی که اونا تفسیر کنه که پارلمان در سال اخیر خود نمیتونه قوانین انتخاباتی را در اجندا بگیره، این خود تمام اجراتی که پارلمان کرده باطل شمرده میشه و اصلاحات رای خود پیدا میکنه. اما اگر اینا واقعا صداقت ندارن و نمیتونن خود از نفوذ یمی علاقات قوی که برای موجودیت و حفظ کمیشنرای فیلی کار میکنن از نفوذ از اینا بیرون بیایه، بالاخره شاید کار شوه که اینا یکی دو تغییر در کمیشنرها بیایه، ولی در نهایت اصلاحات مسیر خود پیدا نخواهد. خیلی سپاس از حضورتان در برنامه مهمانان عزیز و ممنون از شما بیننده ها. هم در اخیر یک خبر کوتاه. نفرین یک سناتور جمهوری خواه علی باراک اوباما با واکنش تند دموکرات ها مواجه شده است. سناتور دیوید پروت با دلیل نفرین کردن باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با شدت مورد انتقاد سناتوران دموکرات ها قرار گرفت. و اینکه یکی از معدود جمهوری خواهان است که از ابتدا از نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرده است، در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه ائتلاف دین و آزادی میگوید که به نظرم ما باید در اینجا برای کشورمان، برای رهبرانمان و حتی برای رئیس جمهورمان دعا کنیم. و ادامه داد، بله ما باید برای باراک اوباما هم دعا کنیم، اما باید برای او کم خواستر دعا کنیم، یعنی دعا کنیم که روزهای باقی مانده او کم شود و فرد دیگر جای او را بگیرد. پروت که به نظر می رسید در حال شوخی، در ادامه با لحن جدی و تکرار بخش از نفرین های ذکر شده در انجیل علیه دشمنان مسیح پرداخت و گفت که باشد فرزندانش یتیم، همسرش بیوه شود، باشد که فرزندانش پس از او سرگردان شوند و روز خود را در میان مخروبه ها جستجو کند، باشد که کسی به او رحم نکند و فرزندان یتیمش نیز پس از او مورد لطف و مهربانی کسی قرار نگیرد.